شهدای و صدیقی. این حسین کی که همه عالم دیوانه ای بود، اولتر از همه شهادت امام حسین و یاران همرزم از بود و خدمت تک تک شما ملت عزیز تسلیت عرض میکنم. ملت با شهامت و شهید پرور ایران باستان، عزاداران حسینی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه دهید تا به نمایندگی از مسئولان امنیتی ولایت هرات این روز مهم تاریخی را به شما و کافه ملت مسلمان افغانستان تسلیت عرض نمایم. همانطوری که در جریان قرار دارید، نیروهای امنیتی شما هنوز هم حسینوار به خاطر حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی از دورترین نقاط کشور دفاع نموده و به قربانگاه می روند. دشمنان اسلام، دشمنان این سرزمین بدانند تا خون در رگای نیروهای امنیتی شما هست، کنار شما هستیم و در مقابل یزید و یزیدیان با قاطعیت استادگی می نماییم. و همچنان به شما اطمینان می دهیم با همکاری سایر نیروهای امنیتی در خدمت شما قرار داریم تا شما عزیزان بتوانیم با کمال آرامیش و عنانات مذهبیتان پرداخته و امنیت شما تأمین خواهد بود. من از او کسایی که واقعا با نیروهای امنیتی خود همکاری کردن، دست به دست هم دیگر داده، جهان سپاس و از تمام نیروهای امنیتی خود، از سرباز تا ساترمند تا افسر دنیای سپاس که واقعا شب و روز خواب و خوارم دانستند تا بتوانند امنیت بهتر به شما تامین کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما حاضرین گرامی، برادران عزیز، خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض می دارم شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش را که به خاطر حفظ و بقای دین جدش و اصلاح امت و رهایی آنان از ستمگری های یزید لعین دست به قیام زدن و جانهای شیرینشان را در طبق اخلاص گذاشتند و بزرگترین انقلاب را در تاریخ بشریت رقم زدند که تا امروز سرمشق و الگو برای نسل‌های بشر بوده و خواهد بود. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. همانا در شهادت امام حسین علیه السلام حرارتی در دلهای مؤمنان ایجاد می شود که هرگز سرد و خاموش نمی شود. براستی این حرارت همان عشق و به حضرت ابا عبدالله الحسین از که همه مردم عالم به خود مجذوب ساخته و میبینیم در سراسر جهان از محرم تجلیل میشود و مجلس امام حسین برپا میشود. کی این
آنها را وادار می کند جز همان عشق و محبت حسینی که در دلشان است. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ عزاداران حسینی و سوگواران عزیز، شما که هر ساله با تجلیل و گرامی داشت از سالار شهیدان مراسم‌های اینچنین بزرگ و باشکوه برگزار می‌کنید و فلسفه قیام و اهداف سید الشهدا را به جوانان و نسل آینده تبلیغ می‌کنید، درود خدا بر شما باد و همه شما خدا قوت می‌گوییم و امیدوارم در این راه ثابت قدم بمانید. نیاکان ما از پیام‌های عاشورا درس‌ها آموختند و با ثبات قدم این فرهنگ را حفظ کردند و امروزه من و شما وظیفه داریم، چون آنان با درایت و هوشیاری و استقامت و فداکاری این فرهنگ را پر رونق نگه داریم و هرچه می توانیم فرهنگ عاشورا با موزه‌های انقلاب حسینی را به جامعه و فرزندانمان معرفی می کنیم و از هیچ تهدیدی در برپایی مراسم‌های دینی نهراسیم که یکی از درس‌های جاودانه عاشورا همان روحیه قوی و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن بود و امروز جامعه من با آن مواجه است و در معرض امتحان قرار دارد. امیدوارم با سرمشق گرفتن از قهرمانان کربلا این شور و شعور حسینی را در خود تقویت کنیم و از این پس بیشتر از پیش پاسدار ارزش‌های مکتبی خود باشیم و چون سد آهنین در مقابل نااهلان و حرمت شکنان بیستیم. در پایان از همه سربازان دلیر و جان برکف و نیروهای امنیتی که چند شبانه روز از زحمت کشیدن و با تدابیر لازم امنیت مراسم‌های عزاداری را تأمین نمودن سپاسگزاری می نمایم و با یک قطعه شعر کوتاه سخنم را به پایان می بخشم. سر سلسله مردم آزاد حسین است، آن کس که در این ره سر و جان داد حسین است، مردی که چو کوهی به بر تیشه بیداد دامن به کمر برزد ایستاد حسین است، درسی به بشر داد به دستور الهی، درسش عملی نه کتبی نه شفایی، آیین یزیدی که بری بود ز انصاف نمود به تطمیع و به تحقیق گواهی، مردانه در این مرحله بگذاشت قدم را، بر ضد ستمکار برافراشت علم را، با قدرت یزدانی و با دست خدایی بشکست به هم قدرت و بیداد و ستم را، او کرد به نوع بشر قاعده تعلیم که در ره آزادگی از جان نبود بیم، دیگر نهراسد ز ستمکار ستمکش، مظلوم به ظالم نکند کرنش و تعظیم، اعلامیه از قتلگه کرب و بلا داد، با زینب و سجاد سوی شام فرستاد، این جمله ز خون بود در آن نشریه مسطور، باید بشر از قید اسارت شود آزاد انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سپاسگزارم خدا را که توفیق بندگیش را و معنی معاینت نمود و سپاسگزارم خدا را که محبت پیامبر و اولاد اصحابشان را در قلوب ما جای داد.
عزیزان آشورایی، از نیروهای امنیتی، نیروهای امنیتی مردمی، خدمتگاران خیمه های صلواتی، خواهران و برادران، از حضور گرم مسلمین شما قلباً قدردانی و تشکر می نمایم. از خداوند استقرار می کنم که انشاءالله این قدم های کریم را برداشته ای در پل صراط نرفتند. عزیزان، جمعی از ما مردم افغانستان در دوران انقلاب شهید شدند. از هیچ خانواده ای نیست که عزیزی را از دست نداده باشد. برادری، برادرزاده، پدری، فرزندی، خلاصه خانواده ای نیست که شهیدی نداشته باشد. اما اون چیزی که قرآن رو ما تعبیر می کند این است که شهدا از زندن و نزد خدا روزی می خورند. یعنی اگر عزیزی از خانواده شما شهید شده باشد، فعلا نزد خداوند روزی میخورد. یعنی قبل از قد دعوتنامه‌اش در حضور خداوند نوشته شده است. ما شما هم که اینجا نشستیم نمیدانیم، جز کسانی هستیم که خدا ما را دعوت کرده است شهید میشویم یا دعوت نکرده است. حالا سوال از شما، آیا همه شما به دعوت خدا لبیک میگویید؟ اگر خداوند شما را مهمان خدا خود بکند، دعوتی اش را میپذیرید؟ در اینجاست این شعار است حسینی، این عقیده است دینی که هر مسلمانی، هر متفکر، هر اندیشه دینی باید مهیا باشد در این پذیرفتن دعوتنامه خداوند که آن لقاء الله و شهادت در راه خدا باشد. ملتی که روی شهادت پذیری داشته باشد، ملتی که روی آزادی خواهی داشته باشد، ملتی که روی استقلال طلبی داشته باشد، ملتی که روی دشمن ستیزی داشته باشد، ملتی که جرأت دفاع از ارزش‌های دینی، اخلاقی و اعتقادی خیش داشته باشد، آن ملت اسیر نمی شود. آن ملت آزاد است، آن ملت مستقل است. شما به نمایندگی از همه ملت افغانستان در روز عاشورا و حضور خداوند شهادت دادید که ما پذیرش دعوتنامه خداوند را داریم. این پیام است به گوش همه کفار جهان، این پیام است به گوش همه مستکبرین جهان، این پیام است به گوش همه بدخواهان مردم افغانستان، بدخواهان صلح، بدخواهان امنیت، بدخواهان استقلال، بدخواهان آزادی، که ملت افغانستان برای حفظ ارزش‌های دینی، اعتقادی، کشوری خیش، روحی شهادت پذیری دارند. امروز در سراسر افغانستان، نه بلکه در سراسر جهان، پیروان دین اسلام، امت پیامبر آخر الزمان، آخرین فرستاده خداوند عزادارند. چون حسین محور وحدت ماست. حسین نه متعلق به شیعه است، نه متعلق به سنی. هیچ فرقه، هیچ مذهبی، هیچ طریقه نمیتواند ادعا کند حسین از من است. حسین از اسلام است. برای اسلام، برای دفاع از دین خودش را، جوانانش را، اهل بیتش را، اصحابش را فدا اسلام کرد. ببین شماها اگر دقت کنید در خود جغرافیای کربلا بیش از 1370 امسال چقدر انسان بود، چقدر رهرو پیرای حسین داشت. اما جمع 72 نفری بودن که در اونجا
خود امام حسین به شهادت رسیدن. زمان را بررسی کنید که بعد از 1400 امسال در جهان امروز عزاداری می شود، در پنج قاره کره زمین. دیگر نهضت امام حسین منحصر در یک محدوده خاصی نیست، دیگر نهضت امام حسین منحصر در یک نژاد یا قوم نیست. همه ملت های جهان و چهره امام حسین و نهضت امام حسین به انقلاب امام حسین آشنایی پیدا کردن و معرفت حاصل کردن. و ما از خداوند استدعا می کنیم که این نهضت امام حسین را یاری فرماید تا نهضتی های امام حسین ملحق شوند به نهضت مهدی آخر الزمان. چون ما نظر اعتقادی وقتی بررسی می کنیم شرایط ظهور ایشان فراهم شده، افکار اندیشه جامعه بشری، نظام های استکباری و استبدادی در کره زمین، حاکمان جور و فساد که بر همه ملت ها و بر همه ملت های مستضعف زور میگن، تهدید میکنن، کشتارهای دست جمعی ازشان میگیرن. یک کاسه صبر انسان های مؤمن، یک کاسه صبر انسان های صالح که خداوند وعده حکومت صالح را داده است، و دیگر کاسه صبر مستضعفین جهان لبریز شده است هر ساعت با حضور خداوند انسان که خداوند را بیشتر از این فرصت به مستکبرین کره زمین نده. خداوند بیش از این دیگه مستضعفین را زیر چکمه های مستکبرین جهان له مکن. دیگر مسلحین را در انزوا قرار مده. اون چی تی قول داده برای مستضعفین و برای بندگان صالحت شرایط را فراهم کن که حکومت صالحین حکومتی است که در رأس آن مهدی آخر الزمان است. و ما لحظه های انتظار، لحظه های فرجشان را میکشیم که خداوند در این ایام از برکت خون شهدا، از برکت نهضت امام حسین و شهدای کربلا شرایط قیامشان را فراهم نماید. السلام علیکم و رحمت الله بر خاتم انبیا محمد و اهل بیتشان صلوات.